23 فوریه رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی با سازگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان لایحه‌های نوسازی و آبادانی منبعده یک قطار کوچه و خیابان‌ها و محله‌های کهنه پایتخت را معرفی نمودند. تبریکی از جانب رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی با پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان اطلاع داده شد. در دایره تطبیق منبعده نقشه ژنرالی شهر دوشنبه طبق لایحه‌های با معیارهای بین‌المللی شهرسازی تهیه گردیده، یک قطار کوچه خیابان‌ها و محله‌های کهنه پایتخت مورد نوسازی و آبادانی قرار می‌گیرند. از جمله نوسازی و آبادانی کنار چپ ساحل دریای دوشنبه در شفت کوچه عبدالاحد قهاروف از بریش خیابان سعدی شیرازی تا کوچه دورادور جنوبی در مساحت نزدیکی 110 گکتار با رعایت معیارهای انشاءات ساحه معیشی و فراغت و دلخوشی به نقشه گرفته شده است. چنان که از لایحه نوسازی و آبادانی این منطقه عیان می‌گردد، ساحل چپ دریای دوشنبه تا راه ماشینگرد کوچه عبدالاحد قهاروف با بنیاد انشاءات زیبای و معاصر سطح جهانی با یک گوشه زیبای استقامتی و فراغتی و سیاحی بسا دلانگیز تبدیل خواهد یافت. های 7-8 آشیانه که در آنها مرکزهای معاصری خدمت‌رسانی، بناهای تعینات ماموری و مؤسسه های تعلیمی جایگیر می باشند. در مجموع در دایره لایحه بنقشه‌گیری کوچه عبدالاحد قهاروف قسمت چپ دریای دوشنبه از شمال خیابان سعدی شیرازی تا کوچه دورادور جنوبی از 13 حلقه عبارت است. 5 حلقه منطقه استقامتی، 8 عدد دیگر منطقه های جمعیتی، مرکز های خدمت رسانی فرهنگی و فراغتی و استراحتی می باشند که با تمام انفراساختار مهندسی و ضروری بنقشه گرفته بنیاد می گردند. رعایت معیارهای معاصر ساختمان انشاءات معیشی بنقشه گرفته شده. در شفت کوچه عبدالاحد قهاروف بنیاد انشاءات خدمت رسانی پیش بینی شده است. تطبیق انشاءات نو معاصر در دایره لایحه امکان می‌دهد که در برابر بلندگردیدن سطح خدمت رسانی ها پایتخت مملکت شهر دوشنبه باز هم آباد و زیبا گردد. بالازیکر با دورنمای مشخص عملی میگردد. در اساسی آن سیستم جایگیرانی، ساختار بنقشه‌گیری، خصوصیت های اجتماعی و دموگرافی اهالی، شرایط های بهداشت عمومی، طلبات های زیر ساختاری، شبکه های راه و کوچه ها، طلبات های کمپوزیسیونی، ترکیبی و استتیکی پر را به این نوبت گرفته شده است. برای آبادانی اطراف بنا و انشاءات شنانیدن گل و بوته و درختان آرایشی همیشه سبزی نادر به نقشه گرفته شده. درآمدگاه ها و راهروها با استفاده از سنگ های طبیعی محلی کاشیکاری کرده می شود. برای گذشتن از کنار راه کلان و از یک طرف ساحل دریا به ساحل دیگری آن در اساس لایحه گذرگاه های معاصر بالای زمینی بنیاد می گردد که این می تواند حیات و سلامتی شهروندان را از خطرهای راه نقلیات ایمن نگاه دارد. کناری ساحل دریای دوشنبه به یکی از شهرک های معاصر تبدیل خواهد یافت. در دایره لایحه به خطری اهالی نیز به نقشه گرفته شده است. لایحه دویم معرفی گردیده نوسازی و آبادانی معاصر دو شفت کوچه عینی را تا برآمدگاه شرقی پایتخت در مساحت 138.1 گکتار در بر می‌گیرد. این لایحه برای حل معماری دو شفت کوچه جهت بنیاد مجموعوی بناهای نو استقامتی، انشاءات معموری، مرکزهای تجارتی و خدمت‌رسانی، منطقه های فرهنگی و گلگشت ها و میدان های وسیع و اینچنین دیگر شرایط مساعد را پیش بینی می نماید که در دایره آن امکانات های بزرگ برای رشد محل زیست و تجارت خرد و کلان مهیا می گردد. تطبیق لایحه مفصل بنقشه گیری با دقیق کردن مساله های مذکور در مرحله های آینده در زمینه مقیاس نسبتا کلان با آموزش عمیق حالت معاصر عمارت سازی با در نظر داشت احتیاجات شهر صورت می گیرد.
معماری بنیاد تمام زیربینای اجتماعی و کمونیکاسیونی از جمله مکتب و شفاخانه، باغچه های کودکانه، مرکز های خدمت رسانی، ورزشی و فراغتی، باغ و گلگشت های زیبا و همچنین راه های وسیع، شبکه های برق و روشنیدهی و آب و کاریز و همه استانداردهای دیگر شهرسازی معاصر به نظر گرفته شود. سپارش داده شد که بناهای استقامتی از حد بلند به نقشه گرفته نشوند. دستور سپارش های مشخص همچنین دایر به وسیع و آباد و زیبا نمودن راه های کوچه و خیابان ها، آبادانی دو پهلوی راه ها، بنیاد استکاده یا خود راه های بسیار قوته در چهارراه های کلان سرماشین داده شد. تأکید گردید که مرکز های کلان سودای خدمت رسانی و دیگر بنای و انشاءات ضروری در همه منطقه های پایتخت از جمله در کناره های آن هم باید بنیاد یابند تا اینکه مردم در همه گوشه های شهر به آنها دسترسی داشته باشند و به این طریق از تنبه شوی راه ها در کوچه های مرکزی تا اندازه پیشگیری کنند.